مبارزه بعدی در وزن 77 کیلوگرم، یکی از جذابترین مبارزه های امشب، آقای حمزه پاکی. آقای عرفان حسن زاده. یه فایت جذاب دیگه داریم در وزن 77 کیلوگرم، ولتر ویت، یکی از جذابترین وزنهای مسابقات MMA. گوشه آبی کیج از استان البرز، وزن 77 کیلوگرم، آقای حمزه پاکی. حریف ایشون هم از استان البرز، در وزن 77 کیلوگرم، کسی نیست جز عرفان حسن‌زاده. داور مسابقه محمد سالاربند. تشویق کن هر دو فایتر رو. خب با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و حضار محترم، فایت دو فایتر در وزن 77 کیلوگرم، عرفان حسن‌زاده از تیم فایت یوز فایت کلاب و حمزه پاکی در وزن 77 کیلوگرم. فایت جذاب و دیدنی. ادامه صحبت رو به دوستم آقا بهزاد میسپارم. خب ولتر ویت فایت حمزه پاکی. حالا در همین ابتدا یه دوخم تک داون زیبا از عرفان حسن‌زاده. عالی عمل کرد عرفان، میخ خودشو کوبی در ابتدای بازی. مشت اول، حرکت اول از عرفان حسن‌زاده، یه دابل لگ خوب بود که خب حمزه رو گوشه کش گیر انداخته.
ببین چه زیبا پاشو کنترل میکنه. سبک خبیب نورمگمدوف، دو تا پا رو گرفته، حالا بعد خودش رو جدا کنه و ضربه بزنه. حالا ببینیم میتونه همونجوری جلو بره. میچرخونه عرفان، میچرخونه، میخواد سرشو خیلی دستای حمزه، خیلی خطرناک میشه اگر خطرناکی. حالا پاش آزاد میشه حمزه. هاف گارد، خیلی کار خطرناکی داده نگرد و در میاره، بالاخره در میاره، بالاخره روی سر گردن در میاره و میره برای بک. یه رول خوب میخورن، ببینم ست میکنه این. نه دست حمزه پاکی اجازه این کارو نمیده. گوشه قفس، مچ دست با دو دست، مچ دست راست عالی پاشو حمزه رو گرفته، پاشو به حالت تریانگل گرفته و کمر حریفو پوزیشن پای خوبی داره. بعد ببینیم اگه بتونه آرنسی رو بگیره. خب حالا داره کم کم ست میشه. بازی یکم سخته این تکنیک، حتما باید چون بازیکن‌ها از انرژی بیشتری برخوردارن، بازیکنی که خیلی سخت پیش میاد که بخواد سری بازی تموم بشه. 100% همینطوره. ولی خب عرفان قصد داره، داره فشار میاره، فشار روی فک و صورته. فکر کنم گرفت. حالا از هر دو طرف یه پل خوبم میزنه. ببینیم تشخیص داور. تسلیم نمیشه هنوز این بازیکن، چه استقامتی. تسلیم نشده حمزه، داره فعالیت میکنه و این نشون میده که ولی همچنان در حال جنگه. عرفان نشون داد که گراپنگش خیلی خوبه، چون ابتدای بازی تک داون خوب، دخم خوب و الان هم تکنیک آرنسی. من فکر میکنم این پا خب از همونجا هم ضربه هایی از این حالت پا در اومدن خیلی سخته. از این حالت پادر اومدن واقعا سخته، غیر از اینکه ران تموم بشه. خب خیلی محکم و ساب میشن و واقعا قفل کرده. اول بازی هم هست و بدن دوچار تحریک نشده، امکان سر خوردن وجود نداره. هنوز نتونسته ساب میشن و تکمیل کنه عرفان. خب از اونجا مش زدن زیاد حرکت جالبی نیست واسه حمزه. باید سعی کنه در ابتدای کار پارامش خودشو باید حفظ کنه، قفل پا رو در بیاره. خب اون قفل پا انقدر خوب بسته شده که هیچ جوره نمیتونه، به خاطر پای بلندی که داره، موقعیت پایی که داره خوب قفل کرده حریفو، گره زده، یه جوری بهتون میگم گره زده، گره زده. و به خاطر حالا ببینم این سری میتونه بگیره دوباره دست رو روی به نظر من شونه حمزه. به نظر من عرفان حسنزاده الان دیگه از این حالت باید کلن در بیاد، باید برگردون حریفو با پانچ بوده. بله. با پانچ وقتی تلاش بیش از حد بکنی بازی خستگیت میشه. آفرین. و بازی از حالت جذابیت در میاد، باید برگرده و به طور سرپا از پانچاش استفاده کنه. بله میتونه برگرده و از پشت ضربات درتی باکسی ولی احساس میکنم، احساس میکنم گردن خوب شد، احساس میکنم اینجا دیگه یک مقدار فشار بیشتریه. ولی خب فکر میکنم حمزه داره اذیت میشه، میتونه از اینجا کوچ برو سر جا اذیت میشه، رو فکش افتاده قشنگ. خب در میاد از این حالت، دوباره در میاد، دوباره در میاد. حمزه باید به فکر قفل پا باشه. عرفان حسنزاده واقعا گیر داده به این حرکت، باید همون جور که پوزیشنش رو عوض کنه به گفته این تو. این قفل فقط با سوت پایان راند میشه در بیاد، فقط بعد. همین. خب 10 ثانیه میتونست عرفان حسنزاده از این موقع بهتر استفاده کنه. 7 وقت خودش رو فقط تلف کرد. 5 4 3 2 و تمام. پایان راند اول، استراحت و خب راهنمایی کورنرها، منتظریم برای راند خب دوم. رضا جان واقعا این پوزیشنی که عرفان گرفت واقعا یه پوزیشن خاص است و باید از موقعش استفاده میکرد، شاید طول بازی دیگه همچین اتفاقی واسش نیفته. گفت
شخصی خودت مهدی جان میتونست موقعیتش رو عوض کنه، شاید خب یه شرط بهتری براش اتفاق میافتاد. بله، شکم حریف رو به حالتی باشه که شکم حریف به زیر زمین باشه و از دستش استفاده کنه. صورتش هم کات شده. حمزه صورتش کات شده؟ بله. فکر نکنم جوری باشه که بخواد دکتر بازی قطع کنه. و همچنان بازی 18 رویداد دوم پهلوان در سازمان پهلوان در کشور جمهوری اسلامی ایران. ساعت چنده؟ ساعت 9 شب بهزاد جان و فایترها همچنان پر انرژی. من جرات میتونم بگم که از بزرگترین رویداده. بله بله، 100% از بار فنی تکنیکی بود. برخوردار بود دقیقاً. خب دوباره عرفان در مقابل حمزه در مقابل عرفان. هر دو فایتر ریلکس و بدون استرس بازی میکنن. عرفان خب کفه کچ فکر میکنم کچش توجه میکنه. عرفان حسن‌زاده به استاد شهرام بهرامی و مثل اینکه یه مشکلی واسه کفه کچ یه مقدار سر بود که الان برطرف. محمد سالاروند تشخیص داد و خودش هم زحمت تمیز کردنش رو کشید. واقعا با یه بررسی و نگاه کردن به آناتومی بدن حریف سنزاده از آناتومی پرقدرت نماتری برخورداره. حالا یه سایکیک حالا میره دوباره برای دخم و عرفان رو به خاش میکشونه. مثل اینکه عصبانیه. میره برای جبران پر سرعت. یک راند کامل در اختیار عرفان حسن‌زاده بود و الان میخواد تلافی کنه این فایتر خوش استیل. با دست چپ چند ضربه رو وارد کرد. دوباره با یه دست کنترل. فکر میکنم عرفان قصه ترنگل رو داره. خب به خوبی حالا ترنگل آرمبار. واو دستش خارج میشه. این ساب میشه خودش رو موقعیت بعدی گیر میکنه. الان فقط دست عرفانو از بین پاهای خودش گرفته و تنها کاری که حمزه میکنه با دست چپش میتونه ضربه بزنه. چنگ و دندون دست راسته قرار گرفته. حمزه رو گرفته. حالا حمزه کامل توی سایده. عرفان پاشو صد میکنه که حمزه روی منتون قرار نگیره. از بازی قبلی که از عرفان دیدم نشون میده روی گراپلینگش بیشتر کار کرده. عرفان گراپلینگش واقعا به نسبت خیلی قوی تره. اوه ضربه البو 12-6 فکر میکنم اتفاق افتاد. یکی از زانو نی در گرند. یه اگر بیش از 3 نقطه از بدن فایتر روی زمین باشه ضربه نی به سر یا کیک به سر ممنوعه. به بادی میشه ولی به بدن میشه ولی به سر نمیشه. بعد اینکه یه اخطار میگیره عرفان دوباره یورش میبره برای دخم. حمزه اخطار میگیره عذر میخوام. خب تو هفت گارد انداخته. گردنشو گرو میگیره عرفان. دستشو الان گرو میگیره حمزه رو. عرفان
خب چیزی نمونه پایان راند. تو اینجا بازی احساس عرفان حسنزاده با این اختاری که به ضرر حریفش بود به نفع خودش فکر کنم بازی رو برده باشه تا اینجا کار، ولی این میدان نبرد ثانیه هاست. توی هفت‌گارد پای حمزه رو گیر انداخته عرفان حسنزاده. عرفان حسنزاده توی گرپلینگ خیلی خوب بودش. خب ضربات مشتی که حمزه میزنه براش سه ضربه مجزد فکر نکنم بذارم تو بهش نخورد، دست سعادش خورد بهش نخورد به ایشون. ضربات بله اثرگذار نبود، ولی خب ضربه رو وارد کرد و شاید حالا همون ضربات به خاطر فعالیتی که کردش براش امتیاز آور باشه. عرفانی که از پاهاشو گرو گرفته که نیاد رو مونتش و حالا فکر میکنم الان بتونه یه آرمار خوب بگیره حمزه، ولی من تعجب میکنم پاش توی هفت‌گارد گیره، پانچ میکنه. خب الان بازی تحت کنترل حمزه است. خب دست راستش به خاطر اینکه تو گروه عرفانه یه مقدار کار برای حمزه سخت میشه، سخت‌تره. ضربات خوب و تقریبا مؤثر. خب الان دستش رو نای عرفانه و همین پوزیشن خیلی فشار وارد میکنه به تنفس، میزان تنفس عرفان و ضربات بادی شات. حالا هر دو تا دست رو گرفت. خب هر لحظه که آزاد میشه حمزه ضربه خودش رو وارد میکنه، یعنی لحظه که دستش باز میشه حالا میبینی که دستش باز شد و چند تا ضربه خوبم زد تو سر و صورت عرفان. چی شد؟ احساس میکنم ران بیشتر پنج دقیقه شد. ده ثانیه دیگه کمتر از 10 ثانیه دیگه تا پایان بازی. 5 ثانیه حالا الان که من همونجوری تو پیشش تموم میشه و فکر میکنم برد به سود حمزه پاکی رقم بخوره، ولی خب منتظر میشینیم ببینیم. خب بزا جان ببین تصمیم داوران به چه صورت. راند اول 100% به نفع عرفان بوده. دقیقا 100%. خب راند دوم هم عرفان یه کارایی کرد، ولی خب شاید مساوی بشه. خب مساویه، شاید راند سوم کشیده بشه، مشخص نیست، احتمال داره، ولی خب راند سوم در کار نیست، چیز تساوی در کار نیست، تساوی در کار نیست. خب احتمالاً بازی یا به نفع عرفان یا درو میشه، چون راند اول کلا به نظر من هم همینه، تحت اختیار عرفان بازی. بله به نظر من درو منتظر میمونیم تا داورای سازمان ببینیم چه تصمیمی میگیرن. او راستی یه دونه اخطار هم حریف عرفان داشت، اینم در نظر بگیر. این اخطار همون به خاطر همون اخطار، چون راند اول که کامل عرفان بود، راند اول کامل، ولی خب راند دوم حمزه دقیقا همینطور بود. حالا خب اعلام رأی مسابقه به رأی متحد داوران تساوی. تساوی همون جوری که حد زدیم مساوی میشن و هر دو تساوی.